سلام به همه، من یه نکته بگم در مورد یوروبکت که سیگنالش رو توی ویدیوی آخر یوتیوب گذاشتم. اگر که یوروبکت خب محدودش رو بالاتر مشخص کرده بودیم، اگر به این محدوده رسید که خب سل میگیریم، اگر نرسید چون به احتمال خیلی خیلی زیاد کد از یورو ضعیف در خواهد بود، چنانچه که این کف قبلی رو بده ما میتونیم با حالت سل استاپ وارد پوزیشن فروش بشیم. یعنی من اگر این مگنت رو فعال بکنم، اگر این کف آخر رو که عددش هم هست 1.45314، اگر این رو بده و بالاتر نره، میتونیم باز وارد پوزیشن فروش بشیم. ولی باز میگم اولویتمون اینه که صبر کنیم یه حرکت دیگه رو به بالا بزنه، بالاتر وارد پوزیشن فروش بشیم به صورت سل لیمیت. ولی اگر نشد دیگه، چون به احتمال خیلی زیاد ریزشی خواهد بود، ما با شکست این کف میتونیم به صورت سل استاپ وارد پوزیشن فروش بشیم. البته دقیقا روی عدد 1.45314 نمیذاریم، یک مقدار پایین تر که مطمئن باشیم این کف رو شکسته. در مورد یورو به AUD هم من یه چیزی بگم. ما پوزیشن قبلیمون یورو به AUD بود که با سود ازش خارج شدیم. دوباره یک بار دیگه به محدوده ما واکنش نشون داده. بچه هایی که دوست دارن دوباره پوزیشن یورو به AUD رو فروشش رو بگیرن میتونن این کار بکنن، ولی خب این بار دیگه این کف رو قطعا میده، یعنی از این کف پایین تر میاد، ولی خب هر جا وارد بشین دیگه به صورت نقطه زنی نخواهد بود.